سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. من نصرالله غازی هستم و برنامه امروز تلویزیون رو به شما تقدیم میکنم. در این برنامه به مناسبت فعالیت‌های کارگری و اعتراضات کارگری و سایر اعتراضات در مورد گرانی و امثالهم از رفیق با تجربه، رفیق غلامرضا غلام حسینی که ایشون فعال کارگری پرسابقه هستند و عضو سابق سندیکای شرکت واحد هم بودن، خواهش کردیم که در این برنامه به ما ملحق بشن و در مورد وقایع کارگری و اعتصابات، اعتراضات، راهپیمایی ها با ایشون گفتگویی داشته باشیم. رفیق علیرضا، ضمن سلام به شما، بد نیست که سوال اول رو در مورد اتفاقی که چند روز پیش افتاد، یک شنبه 25 اردیبهشت که اعتصاب اتوبوسرانان BRT حمل و نقل شهری در تهران رو فلج کرده بود و سر و صدای زیادی هم داشت، مطالبات اتوبوسرانان چه بود؟ منظورم اتوبوسرانان BRT و علت اعتصابشون چی بود؟ ضمن عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم برنامه تلویزیونیتون، این خواسته های رانندگان شرکت واحد به هر حال یک تاریخ اخیرش که نگاه کنیم یک تاریخ 20 ساله داره که شروع شد این فعالیت سندیکایی و اعتراضات و درخواست حقوق و فلان. اما به یه چیزی ما باید اینجا قبل از هر چیزی اشاره کنیم که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران امروزه در نقطه تزلزل قرار داره. در واقع وضعیت اقتصادیش خیلی آشفته است، خیلی نابسامانه، وضعیت سیاسی در سطح جهان و همچنین با توجه به این شرایط و به این مسائل موجود، تنها راهی که برای سرهم کردن مشکلات و نپرداختن به اون داره، بازداشت و تهدید و بگیر به بند و خط نشان کشیدنه، که این نه روز 25 سه روز پیش، بلکه دولت برنامه داشت از قبل که جهت هر گونه اتفاقی برخورد بکنه و این رو حساب شده کار کردن، چون هر سال حداقل دستمزد رو در نیمه دوم اسفند ماه معمولا اعلام میکردن که امسال بعد از فروردین در اردیبهشت ماه اعلام کردن. با توجه به اینکه تو اردیبهشت ماه اینا اعلام کردن، شورای عالی کار اعلام کرده که 57% افزایش باید داشته باشه، شهرداری قبول کرده که 47 یا 48% به رانندگان شرکت واحد بده و به هنگام پرداخت باز با کسری بودجه‌ای که اینا مواجهن با این شرایط نابسامان اقتصادی، اینا خواستن 10% این رو بدن. بعد با توجه به این افزایش قیمت‌های سرسام‌آور که طی چند ماه گذشته تقریبا افزایش قیمت تا 500-600% هم بوده، یعنی اقلامی هستن که 5-6 برابر قیمت چند ماه پیش شدند، با توجه به این ما شاهد بودیم که هر سال شورای عالی کار یه مبلغ 10%، 12%، 18% اعلام می‌کردن، 7-8% رو اضافه میکردن. ببینید وضعیت گرانی در چه سطحیه که شورای عالی کار 57% افزایش دستمزد رو دستور کارش قرار داده و تصویب کرده. حالا با توجه به این شرایط باز میام نابسامان و بحرانی که اینا 57% رو تصویب کردن، اگر حتی این 57% افزایش حقوق هم به حقوق مزدبگیران افزوده بشه، به مراتب حقوقشون زیر خط فقر مطلقه، نه نسبی، چون بخش عظیمی از این کارگرانی که در شرکت‌های به قول معروف زیر 100 نفر که اسمن میان که ما
تحت اون چتر قانون کار به کارگرامون حقوق میدیم و مزایای خاصی هم به اونا تعلق نمیگیره، مثل شرکت های پیمانکاری و غیره که شاهد هستیم، حتی با افزایش این 57% حقوق هم حقوقشون خیلی پایین تر از خط فقره. حالا میبخشید ببینید، شورای عالی کار که به هر حال از سه بخش تشکیل میشه، یه بخشش هم خود دولته. وقتی که دولت خودش قبول کرده که 57% رو باید بدن به کارگران، خب این خیلی هم توهین آمیز هم مسخره است که بعد بگن که نمیتونیم بدیم. حالا شما میفرمایید که یه بخشش دولته، اما من میگم که کاملا هر سه بخشش هم دولته. یعنی کارگران اینجا هیچ توان چانه زنی ندارن با توجه به اون چیدمان شورای عالی کاری که هست. خب رسمن دو زلش کارگر کارفرماست، دولته. زل سومی هم که کارگره، اونم در رای گیری حد نصاب لغو اکثریت رو نداره که نمیتونه با یه رای کم و زیاد بتونه نقش عمده بازی کنه. بنابراین هر سه زلش دولته. با توجه به تمام ضعف‌های اقتصادی که دولت در این جامعه به وجود آورده و ضعف‌های سیاسی اجتماعی، اینا خواستن یه نقشی بازی کنن که بگن ما مثلا بیش از 57%، نزدیک 57%، بیش از نیمی از حقوق رو داریم اضافه میکنیم. در صورتی که این هم من فکر میکنم نقشه‌ای بوده که برای جلوگیری از التهابات این افزایش قیمتی که در جامعه به وجود خواهد آمد از قبل برنامه ریزی کردن. همان گونه که جهت این دستگیری های اخیر برای کسانی که حتی دستی از دور بر مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی دارن آشکار و واضح بود که این دستگیری های چند روز اخیر رو نیمه دوم سال قبل برنامه ریزی کردن با احضار کارگران و فعالین اجتماعی سیاسی به پلیس امنیت و تشکیل پرونده که میبینیم چند روز قبل از اعتصاب، سه روز قبل از اعتصاب یا یک هفته قبل از اعتصاب، همین اتفاقی که افتاد در شرکت واحد به چند تن از اعضای سندیکای شرکت واحد اعلام کردن، ابلاغیه دادن که 5 روز فرصت دارید که خودتون رو به مراجع قضایی معرفی کنید. یعنی اینا همش برنامه ریزی شده است، خارج از برنامه نیست. دولت با برنامه هماهنگ حرکت میکنه، صرفا جهت پوشاندن فجایع خودش، نه درمان مسائل و مشکلاتی که در سطح جامعه وجود دارد. بله، خب حتما شما اطلاع دارید که زاکانی که شهردار اصولگرای تهران هم هستش، برای شکستن اعتصاب سعی کرد که از افراد انتظامی ماشینای گشت ارشاد، حتی از آتش نشانان استفاده بکنه برای اینکه این اعتصاب رو بشکنه، و همونطور که شما اشاره کردید بسیاری رو دستگیر کردن، از کار بیرون میکنن. در این مورد شما چه اطلاعاتی دارید و فکر میکنید که کارگرها چطوری میتونن به اعتصابشون ادامه بدن؟ اولا که پرونده زاکانی جلوی چشم همه باز همون کسایی که فعالیت سیاسی دارن مشخص عیانه. زاکانی از سال 1978 اتفاقات کوی دانشگاه مسئول بسیج دانشجویی بوده، از عوامل سرکوب بوده، دست راست روحانی بوده. به هر حال توی اون سیستم سرکوب ایشون اومده جلو، و اینی که از نیروهای دیگری خواستن که کمک کنن، خوشبختانه با استقبال چندانی روبرو نشدن، نه اینکه قطعا استقبال نشه، اما استقبال چشمگیری نبوده از افرادی که درخواست کردن کمک کنن، مثل آتش نشانان و یا کسای دیگه. اما این کار خودشون میدونن که شکست خورده، چون در اون اعتصاب سال 1374 اینا یه سری نیروهای نظامی آوردن که نصف روز نتوانستن در تهران این کار طاقت فرسا رو انجام بدن. اعلام کردن که بعد از این 25 که اعلام اعتصاب کردن، روز 26 اینا
40% از اون چیزی رو که اعلام کردن 48%، 40%ش رو واریز کردن به حساب رانندگان شرکت واحد، که فعلا یه مقدار آتیش رو تونستن کنترل کنن. اما با این شرط که این 40% این 40% علل حسابه، احتمال این که ماه دیگه از حسابتون برداریم رو هم گذاشتن. حالا کارگرها چون به هر حال این پول نقد گرفتن و مشکلات لحظه خودشون برای چند روز حل شده، برگشتن سر کار. اما من مطمئن هستم که دیگر به این شیوه نمیتوانن کارگران رو از اون حقهایی خودشون، از اون حتی مرزی که باید براشون قائل بشن، تخطی کنن و مجبور کنن کار کنن. چون طی همین چند روز اخیر 12 نفر از رانندگان شرکت واحد رو 25 و 26 بازداشت کردن و زاکانی با بیشرمانگی خاصی جلوی دوربین خبرنگاران ظاهر شده. نمیدونم شما ملاحظه کردید یا بینندگان دیدن یا نه، که گفته که بخشی از اینها کسایی بودن که به اصطلاح برنامه ریز بودن و ساماندهی می کردن. با اونا قطعا نیروهای امنیتی به شکل دیگری برخورد خواهد کرد. من از اینجا به آقای زاکانی و این سیستم حامیش میگم که ما ساماندهیمون از امروز شروع نشده که شما بتونید چیز کنید. گرسنگی که داریم ما رو مجبور میکنه به ساماندهی. بله، کارگران ساماندهی میکنن، کارگران به حدی از اون شعور سیاسی و مبارزاتی رسیدن که میدونن بدون ساماندهی نمیشه کار کرد و دستگیر کردن 10 یا 12 نفر هم جلوگیری از ساماندهی نمیتوانند بکنند. خب بله، رژیم جمهوری اسلامی که از بد و سر کار اومدنش 42-43 سال پیش فقط با سرکوب و تهدید و امنیتی کردن توی دوره‌های مختلف شلتر سفتر، ولی در مجموع فضا را آنچنان خفقان آمیز کرده که فکر نمی کنم کسی باشه که با مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مسائل معمولی مثل مدرسه رفتن بچهش یا بیماری سر کار داشته باشه و این چیزها رو ندیده باشه. و مشکل اینجاست که به محض این که تشکلی ایجاد میشه، این آقایون برچسب امنیتی بهش میزنن و مراجعه میدن فعالین رو به دستگاه‌های امنیتی. این مسئله البته خب فقط برای کارگران یا رانندگان شرکت واحد نیست. من امیدوارم که کامیونداران، امیدوارم که کارگران بندر تو همین مسیر به این اعتراضات بپیوندن. ولی همونطوری که صحبت کردیم که فقط مسئله اتوبوس رانان نیست، در مورد فعالیت‌های معلمان هم من مطمئنم که شما اطلاع دارید که تو همین 22 اردیبهشت رضا شهابی رو همراه با مریم اسداللهی و تعداد دیگه ای از فعالان کارگری و معلمان دستگیر کردن. و باز هم تو همین رابطه امنیتی کردن موضوع، روابط عمومی وزارت اطلاعات یه اطلاعیه گفتش که این دو نفر، یعنی رضا شهابی و مریم اسداللهی، به اتهام همکاری با تیم برانداز خارجی دستگیر شدن. این دیگه یکی از اون مزخرفات آشکاریه که اینا وقتی هیچ دلیل و مدرکی هم ندارن سعی میکنن به یه چیزی که وجود خارجی نداره متوسل بشن. نظر سندیکا و خب خود شما در این رابطه چیه؟ این نوع فعالیت های امنیتی که در ایران داره انجام میشه؟ من اول اشتباه اسمی شما رو تصحیح کنم که خانم آنیشا اسداللهی، خانم مریم نیست، آنیشاست. آنیشا اسداللهی، بله. ببخشید. بله. خیف من. ببینید، خب طبیعتا هر حکومت دیکتاتوری هر اعتراض حق طلبی رو سعی میکنه با شیوه امنیتی برخورد کنه باش. اما از زمان شکلگیری سندیکای کارگران شرکت واحد و حرکت اعتراضی،
خوشبختانه هر گامی که اینا برداشتن این گامشون منجر به شکست شده. اول از پارچه پارچه کردن، تیکه تیکه کردن شرکت واحد شروع کردن. مثلا یه سری خطوط پر رفت آمد رو دادن به یه سری شرکت شخصی که باز از خودشون بودن، به اصطلاح مثل قارچ رویدن توی تهران 10-20 شرکت، مسیرهای پر رفت آمد و یه سری به هر حال افرادی که صرفاً پول تو زندگیشون نقش داشت رفتن توی خطوط کار کردن. بعدن دیدن که نمیشه، اومدن بیارتی را انداختن در این خطوط چون مردم یه پول نداشتن که این کرایه‌ای زیاد رو بدن فلان. دوباره اومدن اون شرکت واحد چیز رو پولی کردن کمتر از دولتی توی خطوط بیارتی و این محلات رو دادن به این شرکت های خصوصی که دیدیم که تیه سال گذشته چندین اعتراض همین شرکت های خصوصی هم بود چون دیگه هزینه ها جوابگوی درآمدها جوابگوی هزینه هاشون دیگه واقعا نیست. تیه همین اتفاق 25 هم از شرکت از رانندگان شرکت های خصوصی هم که درخواست کردن با جواب رد مواجه شدن. خب اما اینی که اینا به یک چیز غیر واهی مرتبط میکنن، در جهان امروزی اتحاد کارگری مرز نداره. شما میتونید در آسیا زندگی کنید، از کارگری که در آفریقا حقش داره تضییع میشه دفاع کنید، یا در آفریقا زندگی کنید از کارگری که در آمریکای شمالی تحت ستم طبقاتی هست دفاع کنید و حرفش رو بزنید. این یک چیز جا افتاده و طبیعی حتی بین دولت‌های سرمایه‌داریه. امروز ما شاهد نشست‌های اتحادیه‌ها و سندیکاهایی هستیم در کشورهای سرمایه‌داری که حتی این اتحادیه و سندیکاها آنچنان استقلالی که ما مد نظرمون هست نداریم. شاید در واقع به شکل عملی بازویی از حکومت شدن برای کنترل صرفاً باز اون ناملایمات اجتماعی که خودشون تقریبا به شکل دولت‌های کوچک ظاهر شدن. اما اینها باز توی کشورهای سرمایه‌داری کنگره برگزار میکنن، از کشورهای دیگه دعوت میکنن، نماینده میفرستن، نماینده میفرستن. این یه چیز خیلی عادی و طبیعیه. اینا به هر حال اون نیمچه قوانین موجود بین المللی که ابزار سرکوب دولت ها هستش هم دیگه این شیوه برخورد رو بر نمیتابه. حالا اینا متاسفانه به این شیوه دارن ادامه میدن با این امنیتی کردن و نمیدونم گفتن با چیز برانداز. آیا دو نفر کارگر عضو اتحادیه کارگری که مثلا از فلان کشور رفتن در ایران بود و تا فعال کار کردن اینا براندازن؟ آیا این مسئولین حکومتی هیچ گونه واقعا سواد سیاسی اجتماعی ندارن که نمیدونن در هیچ کجای دنیا هیچ حکومتی با فعالیت های کارگری به قول معروف ساقط نشده؟ حکومت رو نظامیان، شبه نظامیان کودتا میکنن، ساقط میکنن. حالا وجود داشته که اعتراضات اجتماعی و خشم مردمی که خشمشون فرو خفته است به تبع سیاست های نادرسته اقتصادی به خیابون بریزن و حکومتی عوض بشه، اما به این شکل نیستش که با حضور دو نفر اتفاقی بیفته. یه چیز خیلی به قول معروف همونی که شما گفتید مسخره است، یعنی قابل هضم برای کسی که ذره تعقل داشته باشه و از سیاست، اقتصاد، اجتماع، روانشناسی هر چیزی ذره به قول معروف سر در بیاره قابل قبول نیست و راه به جای نخواهد بود، چون که 40 سال اینا با داغ و درد دارن تصمیم دارن که این نابسامانی ها را از جامعه حذف کنن. در صورتی که نشده. به عنوان مثال آیا با اعدام کردن این همه فعال سیاسی در سطح جامعه بین اوج اون سال 61 تا 67 با اعدام هزاران تن از فعالین چپ و کمونیست، آیا تفکر سوسیالیستی کمونیستی در سطح جامعه از بین رفت؟ از این بگذریم، سالیانه هزاران نفر رو به جرم مواد مخدر اینا اعدام میکنن. آیا معضل مواد مخدر با اعدام کردن در سطح جامعه از بین رفته؟ هزاران نفری که به خاطر لقمه نانی
مجبور میشن سرقت بکنن، با اعدام مواجهن. آیا سرقت از جامعه رخت بربسته؟ این شیوه کارساز نیست، ناکارآمده، مشکلات جامعه رو بیشتر میکنه که کمتر نمیکنه، چون هیچ کجا با سرکوب مشکلی حل نشده. مشکل با دیالوگ و قبول کردن حقوق متقابل حل میشه. امیدوارم در ایران هم ما شاهد این اتفاق باشیم که به حقوق دیگران حاکمیت های بعدی احترام بذارن. این حاکمیت من فکر میکنم که دیگر هیچ گونه امکان موجودیتی برای خودش باقی نگذاشته، چون با این همه نابسامانی و زجر و فقر و فلاکت و آزار و اذیتی که طی 43 ساله بر مردم روا داشته، من فکر نمی‌کنم که اگر الان اینا یک رفراندوم بخوان بذارن، درصدی به قول معروف 4-5% از مردم ایران به موجودیت اینا و ادامه زندگی اینا رأی بدن. قطعا شورش‌های خیابانی، شورش گرسنگان اینها رو به قول معروف پروندهشون رو خواهد بست. بله خیلی ممنونم. همونطوری که شما اشاره کردید، برای دیالوگ باید با رژیمی که بعد از این رژیم سر کار میاد آماده بکنیم خودمون رو، چون که اینا توی این 4 دهه، بیش از 4 دهه نشون دادن که چقدر سبو و ضد انسان هستن. اصلا به همین دلیل بهشون خیلی هم میگن که جمهوری اسلامی آدم خوار، با توجه به صحبتهایی که شما کردید و به اعدامهای سال 67 به درستی اشاره کردید. اون چه مسلمه اینه که سرکوب و ایجاد ترس و وحشت و درمانده گذاشتن مردم به خصوص طبقه کارگر یکی از اهداف این رژیم بوده که تا به حال تونسته به هر شکلی در مقاطع مختلف انجام بده. اما اجازه بدید یه اشاره هم بکنیم به حرکاتی که معلمان طی چند ماه گذشته داشتن. میدونیم که از اوایل مهر ماه که مدارس باز میشن در ایران، تا به حال معلمان حداقل 13 تا اعتصاب سراسری داشتن. جواب این خواسته ها رو دولت فقط با دستگیری معلمان داده، و بعد از اون حرکت اول اردیبهشت هم که اطلاع دارید دستگاه امنیتی فعالین معلمان رو از جمله رهبران شناخته شده شون رو دستگیر کردن و هنوز 10 نفر از این فعالین در زندان به سر میبرن. نظرتون درباره جنبش معلمان در چند ماه گذشته، 6 ماه یا 8 ماه گذشته، و مطالباتی که دارن چیه؟ چون که مطالبات خیلی پیشرویه، ضمن اینکه خب مثل همه اقشار دیگه به خاطر گرانی زیاد خب اضافه دستمزد رو طلب میکنن، ولی آموزش رایگان دیگه چیزی نیست که نفعش به خودشون برسه. نفع آموزش رایگان به پدر مادرای اون دانش آموزان میرسه، البته خب آموزش رایگان با کیفیت. و این یه نقطه به نظر من خیلی برجسته‌ایه توی خواستای اونا. میخواستم ببینم نظرتون در مورد این نوع فعالیت ها چیه و چی میتونید با ما در میون بذارید. ببینید کلیه خواسته ها از کانال اقتصادی شروع میشه، چون وقتی در تنگنای اقتصادی انسان قرار میگیره برای مطالبهش حرکت میکنه و برمیخوره به چیزهای دیگه، به حقوق، به جامعه شناسی، به روان شناسی. همه اینا مبنای اقتصادی داره، چون این اقتصادی که طبقات رو به وجود آورده، مقابله نیروی کار و سیستم سرمایه‌داری عمری به درازای بشریت داره. حالا طی قرون اعصار و پیشرفت اینا اومدیم تا اینجا رسیدیم، اما اون چیز خاصی که شما اشاره کردید و حرکت معلمان در ایران،
معلمان هم از من آنجوری که یادم میاد چه شکلی که یادم میاد از سال 1780 شروع کردن این مطالبات ها. مال اونم همون گونه گفتم این حکومت به خاطر اینکه از تعقل، علم، شعور انسانی و زندگی مسالمت آمیز در جامعه پیشرفته در به قول مر بین انسان ها هیچ بویی نبرده و صرفاً با اعتقادات 1400 سال پیش که آن هم به شکل واهی گفتاری به اینا رسیده، هیچ سندیتی وجود نداره که این دین 1400 سال پیش که اومد موفقیتی داشته یا نه، چون تمام داستاناشون هم بر مبنای دزدی و راهزنی و اینجور چیزاست که از بچگی شنیدیم. اینا با اون شیوه میخوان مملکت داری کنن که نمیشه. بعد اومدن رسیدن به قدرت، بعد فهمیدن که نه، یه جاهای حقوقی باید باشه و یه چیزایی باید تصویب بشه و مجلس یا فلان یا همه اینا رو هم که ببینیم از خودشون هم. مثلا شما نمیتونید یه مجلس یا آدم پیدا کنی که طی 4 سال دوله مجلس از حقوق موکل خودش در حد 2 دقیقه دفاع کرده باشه، همش به فکر نیه داشتن قدرت و تقسیم ثروت ملی بین خودشونن. اما با این حال یه سری چیزا تصویب میکنن از روی نادانی، بعدن میفهمن که توان اجرای کردنش رو ندارن. یکی از اینها که به شکل بارز بیش از 2 دهه هست که گریبانگیر خودشون شده، تصویب خودشون، همین یه حقوق معلمانه که وقتی که تصویب کردن اجرایش نکردن. حالا بر اساس اون شرایط اقتصادی که اینا در سطح جهان داشتن و روز به روز وضعشون بحرانی‌تر شد، معلمان شاید سال اول با اون حقوقی که می‌گرفتن هزینه حداقلیشون تامین می‌شد، اما با رشد قیمت و فلان وقتی که دیدن این سفره هر روز کوچکتر میشه و هزینه ابتدایی تامین نمیشه، اعتراض کردن و رو نقطه دست گذاشتن که حاکمیت از نظر حقوقی نمیتونه رد کنه. یه شما تصویب کردید، موظف هستید مصوبه خود رو اجرا کنید. به هر حال اونا رو هم میبینیم که با شیوه های امنیتی با کی ارتباط دارید، از کجا تغذیه میشید و اینجور مسائل دارن سرکوب میکنن که اینم باز همونجور که اعلام کردیم و هزاران بار هزاران فعال اجتماعی اعلام کردن، ناکارآمدی خودش رو ثابت کرده. اما اینی که سیستم آموزشی، درخواست آموزش رایگان که شما گفتید، به هر حال این نیاز جامعه است، آموزش با کیفیت. وقتی که آموزش با کیفیت نداشته باشیم با جامعه امروزی مواجه میشیم. واقعا اگر این آموزش کیفیت داشت، ما امروزه شاهد تشکلات مدنی کارگری فراوانتر از اینی در ایران بودیم. من فکر میکنم، یعنی نه من فکر میکنم، یه بحث جامعه شناسی میگه که یک جامعه سالم نیازمند 2 رکن سالمه، یکی آموزش و یکی قضاوت، که متاسفانه قضاوت سیستم حقوقی رو حاکمیت ها در اکثر دنیا ابزاری برای سرکوب قرار میدن، همان گونه که در ایران به حادترین شکل به ابزار تبدیل شده که سیستم قضایی با یک برچسب امنیتی مقابله میکنه. و چون به هر حال فاکتورهای فراوانی هستش که واقعا در این زمان محدود نمیشه بهش اشاره کرد که چه فاکتورهایی داخل، اما بیشترین چیزی که مشخصه آشنا نبودن مردم به حقوق اجتماعی خودشونه که حق دارن مطالبه گر باشن. اکثریت مردم مد نظرمه، بخش خاص به هر حال معلمی که تحصیل کردن و فلان از حقوق قطعا سر در میارن، به همین خاطرم مطالبه میکنن. منتها ما این رو در بخش های کارگری به این شکل گسترده نداریم، چون اون اطلاعات رو حداقل تا بیش از 2 دهه پیش به این شکل نبوده، امروز هم کمتر از حد معلمینه. اما به هر حال آموزش استاندارد و مرغوب حق هر فردی در هر جامعه، آموزش رایگان حق هر فردی، همان گونه که زندگی
سالم و بدور از تنش و تامین نیازهای اولیه حق هر کسیه. خب این تشکل، این اعتراضات شروع شد و اعتراضات که شروع شد خوشبختانه اینا از اعتراضات اولیه رسیدن و تشکلاتی رو به قول معروف با وجود آوردن. امروزه با اتکا به این تشکلاتی که معلمان ادامه میدن به حرکت هاشون رو، اگر 4 نفر رو بازداشت میکنن قطعا 4 نفر دیگری هستن که زبان سخنگوی این کانون های سنفی باشن و پیگیر حقوق حق خودشون. بله خیلی ممنونم. ببینید مسلماً هر مبارزه‌ای برای احقاق حق یه سری درسایی رو میده و تجربیاتی رو به جا میذاره که بعد بعدی‌ها کسانی که بعد میخوان این کار رو بکنن میتونن ازش استفاده بکنن. ما توی جنبش کارگری نمونه هایی داریم از این مبارزات که تونستم حرف خودشون رو به کارفرما تحمیل بکنن و حق خودشون رو بگیرن. ولی یکی از نکاتی که مبارزات کارگری توی ایران داشته اینه که، البته اینو من بر اساس گزارشی که اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران تهیه کرده میگم، اینه که سال 1400 سال رکورد اعتراضات کارگری در دهه گذشته بوده، یعنی بین 1390 تا 1400، و شاید بشه اینطوری گفت که باز بر اساس همین منبع در طول سال 1400 در مجموع 4122 اعتراض کارگری به اشکال مختلف صورت گرفته و این رقم نسبت به سال گذشته نشون میده که افزایش 115% داشته. در مجموع میخوام این رو القا بکنم که اعتراضات داره بیشتر از قبل میشه، حالا این یا به خاطر بدی شرایط کمبود دستمزد، یا به خاطر اطلاعات بیشتره، یا به خاطر بالا رفتن سطح آگاهیه، یا به خاطر تکنولوژیه که به هر حال بیشتر میتونن با هم تماس بگیرن. هر چی که دلیلش هست، مهم اینه که این اعتراضات داره زیاد میشه و خب میشه دلایل مختلفی رو براش در نظر گرفت و یکی رو مهمتر از اون یکی دونست، ولی به نظر شما این افزایش بی سابقه اعتراضات کارگری چه عواملی داشته؟ آیا فقط و فقط مسئله گرانی و دستمزد بوده؟ همون گونه که شما فرمودید، به هر حال میشه فاکتورهای مختلفی رو عنوان کرد اینجا، اما اصلی ترینش خب گرانی بوده. به نظر من در مقایسه با افزایش قیمتایی که ما امروز شاهدیم، اعتراضات کارگری آنچنان چشمگیرم نبوده، چون افزایش قیمتا خیلی چشمگیرتر از اونه. به هر حال ریشه اقتصادیه، انباشته سود توسط حاکمیت، راندهایی که بین حاکمیت به قول معروف تقسیم میشه، این از دسترنج کارگران زده میشه، بین خودشون تقسیم میشه، و فاکتورهای دیگه که شما فرمودید همان گونه که قبلا هم گفتم، بله، آگاهی که نسبت به فعالیت‌های گذشتگان دارن و بخشی از خواسته هاشون را با اعتراض به دست آوردن، فاکتورهای خیلی مختلفی میشه گفت. حقیقتا من نظرم بر این است که شرایط بحران اقتصادی بیشترین عامل متحرک کننده کارگران به سمت اعتراضات هست تا چیزهای دیگه. چیزهای دیگه هم دخیل هستن، اما شرایط ناگوار اقتصادی اصلی ترینشه. بله، اون وقت با این افزایش درصد اعتراضات طبیعتاً دستگیری هم بیشتر میشه، ولی میبینیم که با وجود این که میگیرن و زندان میکنن، هنوز معلمان یا رانندگان اتوبوس یا بخشای دیگه کارگری
دست از اعتراض بر نمیدارن. من میبخشید دارم زیاد صحبت میکنم، ولی یه کلیپی دیدم که یه نفر داشت تو خیابون داد میزد جلوی مردم که بابا من نون ندارم بخورم، نون ندارم بخورم، من باید چی کار بکنم. وقتی که کار به اینجا میکشه که مردم از خونه میان بیرون و داد میکشن که نون ندارم بخورم، خب طبیعیه که باید دست به یه کاری بزنه. و وقتی که میبینه که مسئول دولتی مثل همون زاکانی که ازش صحبت کردیم میاد و چرندیادی رو تحویل مردم میده، اونم تحویل کارگران آگاه، که خب فکر نمی کنم دیگه کاری به جز اعتراض و بعد بالا بردن سطح این اعتراض از اقتصادی به سیاسی راه دیگه وجود داشته باشه. شما، من میخوام فقط نظر شما رو بدونم، شما چی فکر میکنید؟ ببینید نظر من خب با اون چیزی که توی سطح جامعه میبینیم میتونه متفاوت باشه، چون من الان در اون جامعه نیستم، اما با اون چیزی که من عینه تجربه دارم و یه ضرور یه اتفاقی که مثل شما منم دیروز یه کلیپی میدم در ایران که یه خانومی در تجمع معلمان در فکر میکنم شیراز بود، فکر میکنم شرش دقیق نمیدونم، اومده بود سخنرانی میکرد، میگفت من با شما هستم، دردمون یکیه، من وقتی که نون ندارم منو ببرن زندان، اونجا مطمئنم که من یه غذا، یه وعده غذایی میدن، یه لیوان آب دارم و جای خوابم دارم. من جوشان خودم، من طبقه‌های خودم، مادران و پدران، اونایی که به من میگن نرو کنار معلم ها، میگن بچه ها تو میبرن، میگن یه لقمه نون داری، این یه لقمه نون فردا میشه نصف لقمه، پس فردا میشه صفر لقمه، و ما همچنان داریم میدوییم. من اگر بیام اینجا میخوان چی کارم کنن؟ بگیرن زندانم کنن ببرنم؟ تو زندان سرپناه دارم، نون دارم، آب دارم، هزینه ایم نمیخواد پرداخت بکنم براش، عزت و حرمتم هم بیشتر از بیرون زندانه. زندانی ها بیشتر من سن با اولیا ندارم که برم باشون فریاد بزنم، بنابراین معلم داد بزنه منم میام، کامیون دار داد بزنه منم میام، دامدار فریاد بزنه منم میام. میکروفونم خراب بشه صدامو بلندتر میکنم، من خفه نمیشم کنار شماها، از شما یاد گرفتم حقوق من. این اتفاق حقیقتا برای خود منم افتاده، وقتی که بازجو توی زندان سال 84 به من گفتش که تو اومدی خجالت نمیکشی زندان فلان، علم میکنی بل میکنی میزنی فلان، گفتم آقا همه اینایی که داری میگی، زن و بچه رو کردن، گفتم همه اینایی که داری میگی رو بذار کنار، من از شما خواهش میکنم که اعضای خانواده منم بیارید این زندان، چون اینجا ما اون حداقل خوراک رو داریم، کرایه خونه نداریم، پول برق نداریم، پول آب نداریم، من هر چقدر اینجا نگردید من راحتم. یعنی این واقعا شکست اون عظمت نیرو و سیاست امنیتی رو من توی وجود بازجوی دیدم، یعنی واقعا به هم، یعنی اون هیمن و هیبت و اون چیزش فرو ریخت. و یا در یه بازجویی دیگه وقتی که زندان گواردش با بازجو سلامه گفت حالا اینا یه شیوهایی دارن که یه جایی میخوان خودشون رو خیلی انسانی نشون بدن، ارتباط عاطفی برقرار کنن، سوء استفاده چیزی از اینجا، تو فکر میکنی که من مگه ما چقدر حقوق میگیریم؟ حتی سال 89 من گفتم که من فکر میکنم که شما الان باید فکر نه من نظرم اینه که شما باید 4-5 میلیون حقوق بگیرید. گفت آقا کاش شما دولت میشدید ما یه میلیون 200 هزار تومان حقوق میگیریم. گفتم واقعا اگر به خاطر یه میلیون 200 هزار تومان من کتک میزنی خیلی متاسفم برات، اگر 4 میلیون میگرفتی من از سعی دلم باز راضی بودم که کتک بخورم ازت، ولی
اگر واسه 1,200,000 واقعا متاسفم برات. به همین خاطر ما میگیم که اداره مملکت باید دست کسی باشه که درد جامعه رو میدونه و شما این رو میفهمید قبول نمیکنید. این نیستش که نفهمید، شما اینو میفهمید منتها قبول نمیکنید. به خاطر یه چندرغاز مواجبی که جلوتون میریزن، اینی هم که الان میگی 1,200,000، من مطمئن هستم که دروغ میگید. شما با 1,200,000 تومان زندگیاتون در سطح جامعه میبینیم نمیچرخه. اما اجازه بدید اینجا سوال رو مربوط کنم به همون خیزش هایی که از 20 اردیبهشت امسال شروع شد، که اینا به یه شکلی خصلت سراسری پیدا کردن و همینطور اخیراً با حذف ارز 4200 تومانی برای کارهای اساسی و افزایش قیمت نون مثلا یا ماکارونی یا کارهای اساسی شروع شده و هنوز هم این جنبش ادامه داره. آیا شما رابطه بین این خیزش با خیزش مثلا دی 96 یا آبان 98 میبینید؟ قطعا رابطه مستقیم با هم دارن. ببینید خود حاکمیت هم میدونه که مردم به هر حال یه جای بر میخیزن. همون من چون اول صحبتم اعلام کردم که نابسامانی اقتصادی که دولت به وجود آورده رو مردم دارن تحمل میکنن و امروزه اون ظرفیت تحمل مردم پر شده و این حاکمیت هم فرصتی برای بازسازی خودش نداره. قطعا نارضایتی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که اینا طی 40 سال ذره ذره تو این جامعه به اصطلاح به مردم تحمیل کردن، امروز دیگه در حال انفجاره. مردم دیگه توان تحمل این نابسامانی ها و این افزایش و این چیز رو ندارن. وقتی که نداشته باشن دیگه به این نتیجه رسیدن که یک بار مردن بهتر از هر روز مردنه. یعنی نظر کلی من اینه، مردم به این نتیجه رسیدن که یک بار مردن بهتر از هر روز مردنه و قطعا ارتباط داره و این ارتباط ریشه در مسائل اقتصادی داره، بیکاری، نمیدونم نابسامانی های اجتماعی، نبود شغل، نبود خانه، هزاران هزار به قول معروف مشکلات ریز و درشت دست به دست هم دادن و این مشکل رو برای مردم به وجود آوردن به وسیله این دولت. حالا مردم امروز دیگه تحمل ندارن، قطعا با هم مرتبط هستن و مردم هم به این بیشتر، یعنی همونجوری که شما گفتید از حرکات قبلی چیز میگیرن، پن میگیرن که چگونه برخورد کنن و خودشون رو بروزتر بکنن، مقاومتر باشن، بیشتر آماده پرداخت هزینه باشن. اما من امیدوارم که این اعتراضات به سمتی بره که مردم ایران به نهادهای مدنی بیشتر توجه داشته باشن، شوراهای کارگری و محلی درست کنن، صرفا اون چیزشون رو عطف به مراکز شهر نکنن. مثلا تیه خیزش های قبلی ما دیدیم که در مراکز شهرهای بزرگ این اتفاقات می افتاد. من امیدوارم که این اعتراضات رو به تمامی محلات بکشن، چون وقتی که دامنه اعتراضات از نظر جغرافیایی گسترده میشه، قدرت سرکوب حاکمیت به همون اندازه پایین تر میاد، نمیتونه همه جا رو سرکوب کنه. وقتی در یک مراکز مشخصی متمرکز بشن، سرکوبگر راحت تر میتونه سرکوب کنه. به این خاطر من به این طریق از کلیه کسانی که در ایران اعتراض میکنن و با مشت گره کرده به خیابون میان، این خواهش را داشتون دارم که از در خونه خودشون مشتشون رو گره کنن و شروع به شعار دادن بکنن، نه این که برسن به خیابون اصلی شهر و مرکز شهر. چون هر چقدر به محلات کشیده بشه، این حاکمیت رو زودتر میشه ساقط کرد و به خواسته های اصلی زودتر میشه رسید. و
بله خیلی ممنونم در مورد رابطه این خیزش با خیزش دی 96 و یا آبان 98. شما به درستی گفتید که اینا میتونن با هم رابطه داشته باشن و درس هایی رو که کنشگران مدنی حداقل از اون دو جنبش، حالا کاری نداریم به جنبش 88 ولی 96 و 98 که تازه ترن و هنوز ملموس ترن، بنابراین تمام این تازگی نیست، مردمی ترن، حاکمیتش نقشی نداره. بله. توی 88 توی 88 دو بخش حاکمیت بودن که در واقع در مدیا جلوی چش بودن به نظر می اومدن. اما نشانه بارز این جنبش های بعدی این بود که مردم بودن در صحنه و اعلام کردن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، یعنی با کلیت نظام حرفشون رو زدن و یک تصفیه حساب رویارویی کردن، گفتن که ما با شما اگر رویاروییم نه با واسه به این بخشیم نه به اون بخش، با کلیتتون رو در رو هستیم. کاملا درست میگید. شما به نکته درست دیگه ای هم که اشاره کردید این بود که هرچه محیط جغرافیایی گسترده تر باشه و این اعتراضات، اعتصابات، این درخواست ها به شکل سازمانی یافته به بقیه شهرها، روستاها و دهات هم کشیده بشه، به شهرهای کوچکتر کشیده بشه، طبیعتا نیروهای سرکوب رو متفرق میکنه، پخش میکنه و قدرت سرکوب اونا رو کمتر میکنه. تو همین رابطه میخوام نظرتون رو در مورد تمام این اعتصابات کارگری که در حال وقوع هستش با جنبش های مطالباتی دیگه مردم، مثل جنبش زنان مثلا، جنبش محیط زیست، جنبش ملیت ها، اینا رو چجوری میشه پیوند داد و پایه های به اصطلاح آزاد شدن و رهایی اکثریت عظیم مردم رو اینطوری فراهم کرد؟ در حقیقت باز دنباله همون صحبت شما که هرچی پخشتر باشه، هرچی از نظر جغرافیایی گسترده تر باشه، خب میشه با جنبش زنان پیوند خورد، میشه با جنبش ملیت ها پیوند خورد. این مسئله رو چطوری میبینید؟ ببینید رفیق، من حقیقت یه نظر خاص خودم رو دارم که خوبه. این وضعیت با وجود اومده ایران حاصل 2500 سال سیستم پادشاهی بوده که مردم نقشی در تغییر حاکمیت نداشتن. این اتفاقی که در سال 57 افتاد حاصل اون بود. این اتفاقی که در سال 57 افتاد به قول ما رو اولین حرکت مردمی بود که مردم در اون جایگاه امتحان و خطا قرار داشتن. یعنی من واقعا اینو از دید طیف مردم یه حرکت آگاهانه نمیدونم، چون اون روزی که این اتفاق افتاد نزدیک به 50% مردم ایران خواندن و نوشتن بلد نبودن. خب امروز خوشبختانه این بخش حل شده. به هر حال شاید عمقی به مسائل سیاسی و اجتماعی اکثریت مردم به اون شکلی که من و شما فکر میکنیم فکر نکنن، اما ظاهر قضیه رو درک میکنن و این درک کردن ظاهر قضیه به هر حال اتفاقات اجتماعی همین گونه است، به هم میپیوندن. وقتی یه اعتراضی بشه فعالین همدیگر رو توی این اعتراضات میشناسن، همدیگر رو توی این اعتراضات همکاری میکنن، با همدیگه توی اعتراضات متشکل میشن، عقاید همدیگر رو میشناسن. به هر حال این یک سیریه که در همه جای دنیا وجود داشته، اتفاق افتاده، ایران هم خارج از این مستثنا نیست. این قاعده کلیه که آگاهی حین پیکار به وجود میاد و پیکار باید حین کار باشه. کار و پیکار دو مقوله جدا نشدنی از هم هستن. وقتی کسی اشتباه نمی‌کنه که هیچ کاری نکرده باشه، طبیعتاً کسایی که
فعالیت میکنن اشتباهاتی هم میتونن داشته باشن، اما این اشتباهات قابل بحثه و قابل رفع و رجوعه. به هر حال فعالین عرصه‌های مختلف اجتماعی در حین این اعتراضات و اعتصابات میتوانن همدیگر رو پیدا کنن، با هم جلسه بذارن، صحبت کنن، به تشکلات مدنی به شکل به قول معروف تشکلات مدنی با هم ارتباط بگیرن و هر چقدر متشکل‌تر باشن، هر چقدر با هم مرتبط‌تر باشن، هر چقدر صداقت فردی و اجتماعی بیشتر باشه در این تحرکات، موفقیت بیشتره. متاسفانه در سطح هر اعتراض و هر اعتصابی ما می‌بینیم که حاکمیت هم نفر خاص خودش رو داره. به هر حال ضربه‌ای که اونا می‌زنن با توجه به مدیایی که در دست دارن، با توجه به اون تبلیغاتی که می‌کنن، با توجه به اون سانسوری که بر روی تبلیغات ما هستش، صدامون در سطح جامعه نمیشه، خب قطعاً دست بالای تبلیغاتی مال اوناست. ما با امکانات خاص خودمون، با همدلی، همنوایی، صداقت و پشتکار باید ادامه بدیم. به هر حال توی اعتراضات نهادهای مختلف مدنی میتونن همدیگه رو پیدا کنن و راه‌های همکاری با همدیگه رو قطعاً اون کسایی که داخل ایران هستن بهتر از من و شما میدانن و اجرا میکنن. من از صحبتی که کردید واقعا لذت بردم. امیدوارم که باز در برنامه‌های آینده شما رو داشته باشیم و از صمیم قلب از وقتی که به ما دادی تشکر میکنم. خواهش میکنم. من فقط یک نکته رو میخوام اضافه کنم که من اعتقادم اینه که ما هنوز به قدرت زیاد خودمون به درستی پی نبردیم. ما قدرتمندتر از هر حکومتی هستیم، به شرط این که به قدرت نهفته در بین توده ها به درستی پی ببریم و بتونیم بهترین راه رو برای استفاده از آن پیش بگیریم. امیدوارم که باز هم بتونیم تو برنامه‌های آتی شما رو داشته باشیم. زنده باشید. با بینندگان به درود میگم تا برنامه